یک مفتی سنی مدعی شده است که فدک حق حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام و ها نبوده است به گزارش شیه ویوز محمد اشرف آصف جلالی از مفتیان هنفی مسلک اهل تسنن در پاکستان مدعی شده که حضرت زهرا سلام و لعلای درباره فدک اشتباه کرده و حقی در آن نداشتند در پی این سخنان که به گفته فعالان مذهبی تا کنون هیچ کدام از علمای مسلمان چنین ادعایی نکردند علما و شیعیان پاکستان به خشم آمدند علمای شیعه پاکستان در واکنش به ادعای واهی این مفتی سنی علاوه بر رد نمودن سخنان او و صدور فتوا علیه وی روز جمعه فردا جمعه حضرت زهرا سلام الله علیها نامگذاری کردند این علما همچنین در بیانیه های مختلفی ضمن محکوم نمودن سخنان محمد اشرف آصف جلالی قرار از فردا اجتماعی بر علیه وی برگزار کنند تعدادی از شیعیان نیز با مراجعه به ادارات پلیس علیه این مفتی سنی شکایت نمودند و حتی ممکن است وی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد گفتنی سرزمین فدک در جنگ خیبر با مصالحه یهودیان به ملکیت پیامبر درآمده و توسط ایشان به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده شد اما پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله توسط ابوبکر به این بهانه که این منطقه صاحبی ندارد به نفع حکومت مصادره شد فدک در فاصله 60 کیلومتری مدینه منوره واقع شده و علاوه بر باغهای هفتگانه به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها بخشیده شده بود که پس از مصادره توسط قاسبین خلافت در میان خلفای عموی و عباسی دست به دست شد